درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین یکی از جنجالی ترین خبرهای روز دنیا در مورد این نقاشیه این نقاشی از چارلز سوم حرفای زیادی برای زدن داره گویا مردم بریتانیا فراموش کردند که چی از سر گذروندن تا دوباره پادشاهی به بریتانیا برگرده ببینید دوستان چپ ها پول شما رو می گیرن، از تریبون شما استفاده می کنن و مردم رو سیاه لشکری می بینن که وظیفه دارن به صف بشن تا برای این جماعت اگر سخنران باشه پامنبری اگر هنرمند باشه هوادار و اگر سیاستمدار باشه جانفدا باشن آنهایی که به دنبال گرفتن اختیارات قانونی شاه هستند سودای توهین به شاه و تزلزل در جایگاه شاه رو در سر می پرورونن. به عبارت دیگه چپ ها گلوبالیست هستند آیا میدونید یعنی چی؟ یعنی میخوان یک سری ارزش های جمعی برای کل بشریت تعریف کنن و هر شهروند رو مجبور به قبول یک هویت مشترک عمومی و گلوبال که بین همه دنیا مشترک باشه کنن مثل اینکه بخوان یک لباس یونیفرم تن همه کنند که پیش نیاز این کار ابتدا هویت زدایی هویت زدایی تو از دوست داشتن و خودت رو متعلق دونستن به ملت که مساوی با کشور مساوی با خانه امنی که یک واحد اقتصادی مستقل در تجارت جهانی رو تشکیل میده لذا ابتدا باید تو رو تخلیه هویتی کنن و اگر میپرسید چطوری باید بدونید که اینجوریه که بزنن تو سر نمادهایی که نشان دهنده حفاظت از سرزمینه پس شاه رو تحقیر میکنن حالا که شاه و حفاظت از قلمرو رو تحقیر کردن و به تو حس تنفر از آنچه که هستی رو دادن و به زور به تو قبولوندن که تو حق بقیه رو خوردی و حالا باید این مهاجرهای اسلامیس رو قبول کنی و لندن مال همه است و بعد میلیونها ها زامبی اسلامیست حامی فلسطین رو وارد کشور کنی و حالا که برابری رو پذیرفتی ما یک سری هدف گلوبال داریم و هدف ما ماکسیموم کردن منافع اقتصادی شبکه تو در توی خانواده سروس و هیلری و بایدن و شورای آتلانتیک هم هست. اینجا یه پرانتز باز کنم دوستان این موضوع در مورد افغانهایی که وارد ایران ما هم دارن میشن صدق میکنه در همین رابطه توجه شما رو به این تصویر جلب میکنم که مادر حسین اوباماه آیا براتون جالب نیست که اسم این بچه چطور حسین شده برگردیم به نقاشی جنجالی احتمالا همه این تصویر شاه چارلز رو دیگه دیدید چیزی که نظر من رو جلب کرد تحلیل پیج این استگرام فوسکا مگ بود او نوشته اولین سوالی که به ذهن هر بیننده میرسه اینی که چرا قرمز اگر سرچ کنید علت قرمز بودن نقاشی اینه که ایشان یک زمانی کلونل ارتش ولش بوده و یونیفرمی که توی نقاشی به تنداره داره مربوط به همین لشکره اما با سوال پیش میاد که خب یونیفرم رو قرمز میکشیدی چرا همشو قرمز کردی و اما نکته اینجاست که نقاش این اثر میگه که این یک اثر مدرنه و رنگ قرمز یعنی اینکه شاه قبلا به ولچ خیلی خدمت کرده شاه و خون سلطنتی و خدماتش با هم در تار و پود این مملکت تنیده شده و چیزهایی از این قبیل اما اگر این نقاشی رو در کنار آینه یا در کنار هم قرار بدید این تصویر پدیدار میشه در این تصویر اگر به مرکز توجه کنید ایشان یعنی بافومه رو میبینید اما چرا؟ چون او به یکی از بالاترین مقام های فراماسنری رسیده و هر وقت یکی به آنجا میرسه یه جوری نشان میده که بافومه رو در بغل گرفته اما شما فکر میکنید علت این همه تابلو بازی چیه؟ علت اینه که چارز سوم مثل مادرش ملکه الیزابت یا پسرش ویلیام محبوبیت چندانی نداره باید یه جوری نشان میدادن که این یه جاهای دیگه یه مقامات دیگه ای داره و کلی اعتبار رو اینا داره و علکی پلکی نیست همچنین اگر سرچ کنید که چرا یک پروانه در عکس وجود داره که داره روی شونه چارلز میشینه که در تصویر میبینید اینترنت بهتون میگه به این علت که شاه چارلز دوست داشت بچه های مدرسه در آینده اونو بهتر به یاد بیارن و این گل رو هم میبینید که بهش میگن گل ماسونری که در یونیفرم ولش هم هست این گل پنج پر پن، نماد شجاعت خطرپذیری رشادت و غیره است حالا این پروانه که نماد تولد دوباره و اتفاقات غیر قابل پیش بینی هست داره میشینه روی اون گله این یعنی اینکه شاه چارلز به طور غیر قابل ملموسی داره کارهای بزرگی میکنه که ما خبر نداریم ببینید دوستان تحلیل خوبی بود به غیر از قسمت پروانه این پروانه پروانه مونارکه که برگرفته از پروژه سیا و همکاری با دانشمندان نازی از سال 1953 یعنی بعد از جنگ جهانی دوم برای ساختن انسانهای خاص در زمینه منفی که حتی بیل کلینتون هم تاکید کرد اینو ایشان جز و همون پروژه هستند که اکثر هالیوودی ها هم با این پروانه عکس دارن حالا که صحبت از سازمان سیایی هست جالبه بهتون بگم که زهرا رهنورد و میرحسین موسوی توسط سازمان سیا آموزش جاسوسی و چیریکی دیدن همچنین رئیس کنفدراسیون دانشجویی در آمریکا بودند زهرا رهنورد با اسم اصلی زهره کازمی به دلیل اینکه مدل اوریان کلاس های نقاشی بود به زهره فیگوری معروف بود او کازین نواب صفوی هم بود به همین دلیل خامنه ای به دستور اربابانش پسر امش میر حسین رو فرستاد تا با این خانواده انگلیسی وصلت کند. میر حسین تمام بومگذاری و ترورهای دهه اول انقلاب را به دستور CIA انجام داد و به پاس این خدمات از ریگان خواست که پسر داییش یعنی خامنه ای رهبر بشه. آمریکا اینطوری دهه به دهه خیانتش به شاه رو تجدید میکنه. حالا شاید براتون سال باشه که عباس آقا پریوش چی میگه این وسط او داشت دیشب ظهر فیگوری رو میچسبون به شهبانو گفتم بهش یادآوری کنم که ما میدونیم سرش تو کجای ظهر فیگوری بوده منبع کتاب های انگلیسی در مورد کودتای های جالب اینجاست که فخرآور شدیدن نگران سی ای هست کسانی که اهل مطالعه اسناد هستند متوجه شدن که منظورم از منابع انگلیسی کودتای نوژه دقیقا چیه؟ جان کلام این که مهدی مرادی توییت زده که حضور رضا پهلوی در کانادا و تلاش این روزهاش برای دیدار با نمایندگان عمدتا محافظ کار با توجه به سابقه ادعاها و موازه کذب و پرسش برانگیزش در باب سپاه تروریستی پاسداران و بسیج حرکتی آسیبزا و خطرناکه و در ادامه نوشته بعید نیست که این فرد ماها تلاش و خونه دل فعالان مدنی ایرانی کانادایی را با تکرار همان ادعاها و به بازی گرفتن از هان سیاست مداران تضعیف کنه. در ادامه گفته پرسش بزرگ اینجاست که آیا رضا پهلوی از قرار گرفتن سپاه پاسداران در کلیت و تمامیتش در لیست گروه های خرابکار دفاع کرده و یا برای تکرار مرسیه ارتباطش با سپاهیان و بسیجیان نوه خانی برای ریزش قاتلان و در بهترین حالت کوبیدن بر طبل حرفای پوچی همچون تحریم های هدفمند و صرف برخی فرماندهان به کانادا آمده اگر این فرد با همان کولبار کهنه و خط فکری امثال شهریار آهی و امیر تاهری و حجت کلاشی به کانادا آمده باشه حضور ایشان افزونه ای بر چالش های پیش روی دادخواهان و فعالان مدنی در این کشور خواهد بود و اما ببینید دوستان سفر رضا دوم به کانادا از مدت ها پیش برنامه ریزی شده بود مصوبه پارلمان کانادا برای قرار دادن سپاه در لیست تروریستی تکرار همان مصوبه غیر الزام آور سال 2018 احتمال بالایی وجود داره که دولت جاستین ترودو مانند شش سال گذشته اون رو اجرا نکنه اما مهدی مرادیه که داره تلاش میکنه تا مسئولیت ترودو رو به گردن رضا شاه دوم بندازه ببینید دوستان اولین سوالی که یک ایرانی باید از خودش بپرسه اینه که اینجور افراد از کجا یک شبه وارد صحنه سیاست ایران میشن این آدم کیه چه گذشته ای داره برای کی کار میکنه درآمدش از کجاست در انتها میخوام به این تیتر مجله قدیمی دقت کنید که ترجمهش اینه شاه به ولی اهدش پسرم تو قدرتمندترین پادشاه جهان خواهی بود ببینید دوستان هنگامی که یک نابغه راستین در جهان پیدا میشه میتونید او را با این نشانه بشناسید که همه کدنها در برابرش هم پیمان میشن و امروز اتحادیه ابلهان که برای مقابله با ایران و ایرانی و بازگشت رضا شاه دوم شکل گرفته رو به عینه داریم مشاهده میکنیم و ای کاش این خونه سه میلیون دلاری که بخشی از تاریخ پادشاهی ایران و محل تولد شاه است و تمام خاطرات کودکیشون رو از اونجا دارن امیدوارم که یک میهم پرست اونجا رو بخره و نگه داره که بعدا دوباره بتونیم به خانواده پهلوی برش گردونیم من اگر خودم پول داشتم یه همچین چیزی رو میخریدم و حتی دست به یه دستگیره پنجرش نمیزدم و نگه میداشتم که بعدها به عنوان بخشی از میراث تاریخی ایرانیان ثبت ملی بشه و مالکیتش رو به دولت شاهنشاهی ایران برمیگردوندم که مال همه مردم بشه ای کاش یک وطن پرست پیدا بشه و این خونه رو بخره سپاس که با لایک و کامنت همراه و حامی هر سه کانال خبرچین دیگه چه خبر و خبردار هستید و اگر مایل به حمایت مالی از کانال خودتون هستید از گزینه سوپر تانکس در پایین هر ویدیو میتونید استفاده کنید پاینده ایران جاوید شاه تا ابد و زنده باد رضا شاه دوم